خوش آمدین با ما انشورنس سرویسز. ما برای شما خدمات دو ماه کرایه خانه، پیدا کردن دکتر، هماهنگی مشکلات صحی و سکیوریتی دیپوزیت یا بیانیه، هماهنگی مادر و ترجمان برای دیدن دکتر. مهمان ویژه این هفته برنامه گپ جم گپ، منصور نظری و معرفی همکار جدید ما. این یک شنبه از چینل یوتیوب حفیظ محمدی بیننده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همترهای عزیز، با دیدار وطندار بسیار خوش آمدید. من حفیظ محمدی هستم که جور و صد سلامت باشین همه شما دوستایی که بیننده هستین. من از یک دفتر دوستا آمدم که اگر شما مشکلات صحی داشته باشین و نفهمین که در کدام دکتر برین، در کجا مراجعه کنین، دفتر به نام My Insurance Services یا خدمات بیمه من نام دفترشان است و دوستایی که در شهرهای ساکرامنتو هستن، الدرادو هستن، پلیسر هستن، یولو، یوبا و شهر ساتر، دمی شش شهر که افغانای ما زندگی میکنن، این دفتر برای شما است. اگر یک سال شده آمدین، اگر نه آمدین، اگر 20 سال شده آمدین، این خدمات برای کلتان هست و شما شاید خبر نبوده باشین. من میرم داخل، قصه خود کردیم، افغانای عزیز ما اینجا کار میکنن، قصه ها و داستان های بسیار خوب زندگی را دارن، تجربه زندگی امریکا را دارن و همچنان با دوستایی که از کشورهای مختلف هستند اینجا کار میکنن یک جا خود بودیم. پس بیاین یک روز مرا در My Insurance Services یا خدمات بیمه من در اینجا میریم. آدرسشم شما ببینید که دفترشان فعلا که ما هستیم در روزول است. بیاین دوستان. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب دفتر بسیار مقبول اینجا. همینجا چند لحظه صحبت کنیم باز بریم باز بالا از دفتر. بله بله انشاءالله. دیگه سعیم جان آهنگ در این دفتر کار میکنن و افغانهای دیگه ما هم هستن. ما دیگه پالیده سعیم جان گفتم که یک جای را پیدا کنیم که یک چیز به افغانهای ما داشته باشه، یک کمک و خدماتش به افغانهای ما برسه. فهمیدیم که در اینجا یک دفتر است. بله بله. به نام My Insurance Services سعیم جان اینجا کار میکنن. سعیم جان از کجا به امریکا آمدین؟ ما تقریبا 20 سال در اوکراین زندگی کردیم، تحصیل خودم در اوکراین کردیم. دیگه باز از کمی جنگ ها شروع شد، گپ ها گدودی شد، تقریبا یک سال میشه که آمدیم در امریکا. لفکران در ساکرامنتو زندگی. چی یک داستان جالب دوستان؟ بسیاری عزیزا از افغانستان که اوضاع یا تغییر کرد آمدن به امریکا و سعیم جان یگان افغانه که، یا شاید در افغانه دیگه هم بوده باشه، اما سعیم جان از اون افغانایی که در اوکراین درس خوانده، در اوکراین تحصیل کرده، در اوکراین کار کرده، یک سال میشه که از اوکراین به امریکا مهاجر شده. خیلی زبان اوکراینی رو مکمل بلد هستی دیگه، تحصیل هم دمی زبان کردی. بله هم اوکراینی رو بلد هستیم، زبان روسی رو بلد هستیم. چند زبان دیگر رو بلد هستیم؟ خب فارسی و انگلیسی دیگه یک چهار زبان میشدم. از اوکراینی، روسی. چی خواندین درس امی جان در اوکراین؟ ما کمپیوتر ساینس دوره خواندیم. درست. بله. امی خود موضوع انشورنس در امریکا دوستا یک موضوع بسیار کلان است و به نام کل ایم پروگرام یاد دارن، به نام کل ایم. و این شش شهری که ما براتون گفتم سعیم جانشان دیگه کاملا خدمات دارن. کلی سعیم جان در این دفتر می باشیم یک روز، گپ خواد زدیم، قصه خواد کردیم و خوش آمد. دیگه بیاین به این دفتر میریم بالا میریم. اوکراین خوب است یا امریکا؟ ولی از نگاه آب و هوا اینجا بسیار خوب است. اینجا خوب است؟ اینجا بسیار خوب است. اینجا خوب است. اوکراین یک جایی بود که هوای سرد داشت، هوای مرطوب داشت. اینجا که است هوای بسیار گرم، بسیار نزدیک به هوای وطن ما است. امید دوستان که اوکراینی میفهمن یک چند جمله که باشن بگو خوش آمد بگو برشان. لاسکا و پروسیمو دو ساکرامنتو. خوش آمدین به ساکرامنتو. دوستان فکر کنید که من در این دفتر آمدم و میخوایم که از یک خانه به دیگه خانه کوچ کنم. بله. من مشتری هستم و سعیم جانم کارمند از امیجا خوبی از اون هست. یعنی ما آمدیم. سلام علیکم.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. ما میخواییم که در خانه که زندگی میکنیم از یک خانه به دیگر خانه بریم، کوچ کنیم. ما چی کنم؟ شما چی کمک کرده که ما میتونیم؟ اول شما بگیم که ما که در امریکا زندگی میکنیم، هر پروسه وقت میگیره. بله. اینجا همین پروسش که در مجموع که کل شما حساب کنیم تقریبا دو ماه وقت میگیره. دو ماه. اول که شما میاین، اول در اینتیک میاین، شما اسنادتون گرفته میشه، از پیشتون سکن میشه. اوکی. بعد از اون اسناد شما خودش اسناد ما چی چیزا باید باشه پیشم؟ حتما باید اسناد کارت گلدار که میگن بنام کارت مدیکال، کارت گلدار باشه دیگه. و یک کارت دیگه ایش که کارت پرووایدر است که میتونه باشه مالینا، آنتی بلو کروس، هیلز نت، هر کدوم باشه. حتما این دو کارت باشه پیش. از پنج جایی که شما انشورنس داشته باشین که یکش مالینا است، بله، کایزر است، مالینا، آنتی بلو کروس است، هیلز نت است، امی او پرووایدر باید حتما یکی کارتش پیش باشه. کایزر، آنتی بلو کروس، کروس، مالینا و هیلز نت. بله، پارتنرشپ هم اینجا از اگران هست دیگه. این جایی که کارتش پیش ما عزیز باشه و کارت گلدار کارت باشه دیگه؟ حتما. و یک کارت آیدی امرایتان باشه، یا درایور لسنس هست، یا پاسپورتان هست، سه چیز یا ورک پرمیت هست. ساده هست، یک خوبی ساده هست. بله. امی سه سندکار هست، من در بسوب در اینتیک کاسنودایتون میگیرن، دوام میکنن به بخش پذیرش شما. دو اونجا کلش یا کپی میکنن، اسناد رو میگیرن. مرحله بعدی چی هست؟ میشه تقریبا یک هفته در بر میگیره تا کو تایید میکنن. اوکی. بعد که تایید شدن، بعد ازو ما شما ضرورت داریم که قرارداد نو جور کنیم. اوکی. قرارداد نو که جور کردین، اون رو با ما روان میکنن. ما امروز لندور میگن یا صاحب خانه تون گپ میزنیم که پروگرام ما را قبول دارن. بعد ازو باز ما امروزشون یک سند به نام هاوسینگ سپورتینگ لتر اون امروزشون امضا میکنیم. خلاص، باز ازو دیگه بعضی اسناد جمع میشه، پس به میکل روان میشه. و کسایی که نو آمدن میتونن که اینجا در این خدمات شما را بگیرن، و کسایی که 20 سال 30 سال میشه خدمات را بگیرن، در صورت که مدیکال داشته باشن. در صورت که مدیکال داشته باشن. مدیکال چقدر مهم بوده ولی کارت چه جا کنیم؟ یک چیز دیگه حفیظ جان بسیار مهم است که یک فامیلی که میان مثلا شوهر است همراه خانمش، و میتونن دو دفعه کمک از ما بگیرن. اگر میتونن به نام شوهرش بگیرن، بعد از اون که یک چند وقت یک سال تیر شد، قراردادشون خلاص شد، قرارداد دیگه هم جور میکنن به نامش خانم خود میگیره، میتونن دو دفعه پیش میکنن. و اگر اولادشون بالا 18 سال باشه، اولاد مالی بگیرن، اون با میتونن علیحدہ به خود بگیره، یا میتونه که امر فامیل خود دیگه کنه یک جایی و بگیره. زنگ کسایی بزنه که در شهرهای ساکرامنتو است، یوبا سیتی است، یولوس، ساتارس، دیگه الرادو است، پلیسر. این شش شهر زنگ بزنه که در نزدیک های ساکرامنتو است، دیگه جا از لاس آنجلس و از دیگه ایالت ها و دیگه جا یا خدمات نمیدن. که حالا دوست ها از کل امریکا برتان زنگ نزنه که بر ما کرای خانه هم بسیار بیوار میشید. بله سیار میجان. که کسی که نو بیاده که بسیار سخت است که بده و پشت خانه بگرده، خانه را بگیره، باز پیسی از کجا کنه با گفتی سنجان. اما دو ماه ماه اولتان مکمل میتن، سیکوریتی دپوزیت یا بیانیه خانه را میتن، یعنی که ماه اول ماه آخر برتون سهم جانشون جور میکنه. اگه تعداد نفر زیاد باشه در خانه تون که بالا از 18 سال، اون به هر کدام میشه که هر سال میدن 3 سال کمک، 3 سال کمک بگیرن. اگه 4 نفر بودین 4 سال کمک بگیرن، اگه خدا خوب کنه اگه 10 نفر بودین 10 سال دیگه. 10 سال دو ماه کار بسیار پیدا Alina, how are you? I'm good. Salam, khub astin. Shukr ast. In Alina, mega salam, khub astin. Bakhtar ki dosto hamesha kadavona sarakar daran sohbat mikane az khatar parsan kardan. Thanks for having us here today. We're very privileged to have you here. They can help us share on what we do. Thank you. And also Afghan community who are watching you. Yes. They're today's guest. And your office. Okay. Everyone is welcome. This is great. First, starting with this point, Alina, that you guys are providing different services to Afghan community and other communities, the cities that you guys are having services. As a refugee, when you came to the United States, can you tell us about your experience? Yes, very love to. So I came into United States when I was, it was 1997. 1997. So it's soon to be 30 years.
I came here only in Sacramento, and it was totally different. From the standpoint of support, yeah, there was none. Nothing. This program and everything we're doing was a dream. Yeah. But yes, we came in 1997. I came with my mom and dad, with family. From and which Ukraine. Ukraine. We came from Ukraine. Yes. Perfect. اینا گفتن که ما از اوکراین آمدیم با آمریکا چون یاد طور که شما دیدین در ویدیو که اینا دفتر خدمات برای مهاجرین جور کردن که در بخش‌های مختلف کمک میکنن. از خاطر خودشان هم رئیس یک مهاجر از اوکراین آمدن با پدر و مادر خود که تقریبا 30 سال از کم بیش میشه که در اینجا زندگی میکنن و این دفتر اینا جور کردن خاص بخاطر مهاجرین. And you experience difficult times. Very, a lot. Matter of fact, when I was 12 years old, I remember there was basic need to help translate mom, you know, immigration documents, bills, signing some basic contracts with like internet and TV. And they, unfortunately, I was watching them get a penalty, you know, have trouble. Yeah. And I couldn't help. And I felt so sorry because I knew that the parents, we left everything we had in the previous country for us. Mm. And I couldn't help. So I made me a decision that I'm going to grow up. I'm going to fix this. I'm going to help. So that was the motive for your work. From the start. It was really hard for me to see my family suffer. You're right. و کار را که علینا شروع کرده در آمریکا شکل بوده که از امو وقتی که اینا 12 سال داشتن و دیدن که مادرشان پدرشان به چی مشکلات برمیخوره، مثلا در رفتن به اپوینتمنت های دکتر، به مشکلات صحی، به ورقا، به بلایی که به خانهشان میامده، به بعض موارد دیگه که در زندگی خود در مشکلات برخوردن، خانه بی کرای خانه، از یک خانه به دیگه خانه برو، این تمام موارد هم میگه من تجربه کردم، تجربه های مهاجرت خودم، باز تصمیم گرفتم که دفتر بسازم. So finally you decided that you would have someday you would have an office to provide services for the immigrants or for the refugees. Well, I had no idea how the life will turn out to be. I didn't even dream to have this opportunity, so I'm really grateful. Now, what do we provide? Number one is housing. So housing and coordination services for medical, anything related with your medical health, and we'll go in more detail. دو خدمت بزرگ را که خدمات بزرگ را که انجام میتن، یکیش موضوع گرفتن خانه، کرایه خانه، به این موارد شما را زیاد کمک میکنن که به جزئیات سر ازو صحبت خواد کردیم که همکارایشان معلومات خواد دادن. و دوم موضوع کلانی که بر شما کمک میکنن موضوع صحی شما است. So these are the two main things. We are working on launching one more program, which is doula, but it's still just starting right now. For anybody who's pregnant or expecting, there will be a one midwife who will assist them throughout the whole time. یکی از پروگرام های دیگه شدن برای خانم های باردار کمک ها یا هست که او میگه زیر کار است تا که پیش برم. How do you manage language barrier and communication? We have hired a full Afghani team that speaks the language, understands the culture, very important for us, that they can advocate on their behalf. برای افغان ها گفتم چطور شما گپ میزنین، چطور کسیشان صحبت میکنین، چطور کسیشان هماهنگی میکنین، موارد و خدمات که شما انجام میدین. گفتن که ما یک تیم افغانی داریم که تیم افغانی ما همراهشان هماهنگ میکنن، صحبت میکنن، به زبان خودشان، به فرهنگ خودشان بلد هستن. I can just recap one more time that it does not matter which country you came from, how long you lived in the United States, none of that is important. This program is for everybody. As long as you have your income, you need to move, you have one chronic condition, and you have a need to move, like something's happening with your place that you need to move, that is for you. مثلا بعضی کسا شاید باید که نو آمده، بعضی کسا شاید باید که 20 سال شده زندگی کرده، این تفاوت نداره که شما 10 سال شده، 20 سال شده یا نو آمدین، این خدمات برای همگی است. اما در صورتی که شما از یک خانه به دیگر خانه میرین، انتقال میکنین، میخواین که کوچ کنین از یک جای به دیگر جای و یک دلیل برای کوچ کردن دارین که او موضوع صحی است یا استرس است یا تعداد زیاد فامیلتان است، او موضوع است و در کنارش اینی نکاتی که باشه، شما میتونین که مستحق شمرده شوین در صورتی که
آیدتان دم چیزی که در کاتگوری از یاس برابر باشه و موضوع مدیکال داشته باشید. For enhanced care management services, what it is we are the advocate and the coordinator to help you navigate all your health problems. ما کوشش میکنیم، کمک میکنیم، هماهنگی میکنیم بین مریض و بین دکتر که این موضوع به درستیش به پیش بره. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. فکر کنم یک مشتری اومده. خوش اومدید. زنده باشین، اسم مبارکی است. من مسعود هستم. مسعود جان عزیز، دور هستین از وطن و مسافر؟ من یک سال میشه که آمریکا اومدم. یک سال میشه که آمریکا اومدین. و قبل از او در افغانستان در کجا درس خواندین، کار کردین، چی رقم بود؟ قبل از او در افغانستان بودم. ما از پانتون پلی‌تکنیک کابل از رشته انجینری ساختمان فارغ شدیم. سیول انجینیر هستم و دیگه اونجا در پروژه ساختمانی کار میکردم. کنستراکشن انجینیرینگ انالیست بودم و بالاخره شرایط تغییر کرد و انجینیری برای دختر خانم ما منع شد و ما مجبور شدیم مهاجر شویم این طرف. کار خلاف رشته است، ولی خوشحال هستم به خاطر که خدمت به هموطنهای ما میشه. در قدر عالی است، عالی است. کل دوستایی که ما رو میبینن افغانا، کسایی خصوصا نو میاین و کسایی که چندین سال هم زندگی میکنن، هر کس به می فکر میکنن که یک کمک برش برسه، یک دستش گرفته شوه یا یک مشکل داره مشکلش حل شوه. شما از دید شما این دفتر My Insurance Services اینجا برای دوستات چی میکنن مشخص و خانمای عزیزی که میبینن برای دوستات چی میگن، چی مژده ها و چی خوشخبری ها رو برش میگن؟ درباره دفتر My Insurance Services من میتونم بگویم که دفتر یک دفتر است که اولین خدمت بزرگی که میتونه برای مردم بکنه ای است که کسایی که قرارداد خود نو میکنن و یا هم خانه ندارن در خانه دیگه که زندگی میکنن یا هم مثلا در شرایط اوور کراودد یا مثلا تعدادشون زیاد است و اتاقای کم زندگی میکنن. خدا تعداد زیاد شده میره هر سال از خانواده افغانم. دیگه با اونا کمک میکنه که خانه جدید بگیرن، باز به حساب دیپوزیت و کرای خانه هم برایشان کمک میشن و این فقط برای کسایی نیست که مثلا خانه خود چنج میکنن، در دیگه خانه انتقال پیدا میکنن، برای کسایی هم است قراردادشون تکمیل میشه، مثلا دوباره در کمپلکس که هستن دوباره در اونجا قرارداد میکنه، باز میشه این پروگرام هم برایشان کمک شو. اگر نگرفتن آها بله اتنه اگر گر... یک بار است کار اگر نگر اگر دیگه نهادا بهشون کمک کرده باشی چطور است کرای خانه بیاره او فرق پروگرام... میکنه آه فرق میکنه این چون بخش از کل ایم است اونا کسی که مستحق باشه و واجد شرایط باشه باز هیچ مشکل نیست میتونه اینجا مراجعه کنه یعنی و هر نفر بالای 18 یک بار حق داره که استفاده کنه و دوستایی که نو میان معمولا یک کیس ورکر میداشته باشن، باز اون دوستایی که آمدن تجربه کردن شما هم کردین تجربه را و بعد از اون باز برشان کرای خانه و یا ایشان هم تنظیم میکنه یک ویلکم منیو یا هم برشان میده، یعنی اون پروگرام کاملا متفاوت است از پروگرامی که شما دارید. بله و مجزاست. بله او کاملا مجزا است و اکثر افغانای ما کمرای ما مراجعه میکنه، تشویششان هم میباشه که مثلا این سر ای بی تی ما تاثیر نکنه، سر کالورکس که ما میگیریم سر دی تاثیر نکنه، ولی ما برشان میگم که کاملا یک پروگرام جداست و این تاثیر روی دیگه بنفیتشان نداره و این در زندگیتان یک بار ایره میگیره نمانه ایره همون ترسا مسعودیان در خدمت شماست، این خدمت که برای شما میشه و این پول که برای شما میرزه ایج دیگه در زمین نمانینش، اما در صورتی که شرطتون چی هست؟ یکی هست که اونا باید کارت میدیکل و کارت انشورنس داشته باشن و متاسفانه افغانای ما که نو میان اکثرشان ایره گرفته نمی باشن تا یک مدت و با اونا میگم که باید منتظر باشن تا که کارت انشورنس و میدیکلشان بیه. شرط اول کارت انشورنس و میدیکل است. شرط دومی است که اونا یا در خانه دیگه کس زندگی کنن یا هم در خانه که خودشان کرایه میتن زندگی میکنن تعدادشان زیاد باشد. مثلا 3 نفر باشند در یک اتاق زندگی کنن، 5 نفر باشند در دو اتاق زندگی کنن، او ضرورت 3 اتاق بگیرن باز به اونا کمک میشه. و شرط دیگه شی است که کدام سپورت دیگه نداشته باشند، حمایت از دیگه جای نشن و آیدشان هم و مهم نیست که آیدشان کم باشه و ما یک تیبل داریم در از که باز هر کس زنگ میزنه میگم این قدر نفر است ما قدر آید داریم، باز نظر با تیبل ما چک میکنیم که باید پایین از او تیبل باشه باز الیجیبل باشه. یعنی که آیدتان اگر دمو تیبل چک شد و دمو جدول چک شد و اگر بلند بود باز یعنی نمی موارد است که شما مستحق شمردن میشین یا نمیشین کوره باز کار مسعود جان است، قلم مسعود جان است که قلمت طرف نمیره دیگه فکس است.
و مسئله دیگه که دفتر ما کمک میکنه، مثلا اینجا زیاد کسایی که میایه خب چون اکثر مراجعین ما مهاجرین هستن، مشکل لسانی دارن، برای از اونا کمک میکنیم که مثلا اپاینمنت گرفتن میتونن، زنگ میزنیم و جای از اونا برشان اپاینمنت اسکیجول میکنیم، یا مثلا اونا به ترانسپورت ضرورت دارن که برن به یک شفاخانه اپاینمنت دارن، باز اونا یک 3-4 روز یا یک هفته پیش برای ما تماس میگیرن که ما ضرورت به ترانسپورت داریم، میخواییم اپاینمنت دکتر داریم، باید پیش دکتر بریم، باز برای از اونا موتر بوک میکنیم که مثلا این ساعت باید برای شفاخانه، این ساعت پس بیایه. این دیگه معمولا برای دوستای است که زیادتر نیومدن به این مشکل برمیخورن، به مشکل اپاینمنت دکتر، و به کسایی که سنشون بلندتر است و ندارن یک کسره که همانگی کنن، شاید 20 سال 30 سال زندگی کنن اما به می خدمت ضرورت داشته باشن، ایره شما برشان میتین که موضوعات سهیر برشان اما هنگ میکنن دکتر و اینا را. مسعود جان هم اینجا هستن، کمی زنگ بزنین، اولین نفر که کتان گپ میزنه مسعود جان میمونه میبرداره که به شماره که زنگ بزنین. و متاسفانه بعض افغانای ما که زنگ میزنه، اگر من در جریان گپ زدن همراه دیگه افغان ما میباشم، تلفنشان در مسکال میره، باز من او همه تو لیست میکنم و دوباره برشان زنگ میزنم، چون وقتی که زنگ ها زیاد میشه و تشویش نشه این که برای ما زنگ نامد، حتما دوباره هم رایتان تماس گرفته میشه، تماس گرفته میشه و تعداد زنگ ها زیاد است. به حساب دیفلایر هم اینجا یک کیور کود است، ایره که سکن کنن داخل یک لینک میشن، در اون لینک انفورمیشن خود وارد میکنن، بازم اون شماره تماسشان برام میآیه، من اون شماره تماس گرفته هم رایشان زنگ برشان زنگ میزنم، میبینم اگه الیجیبل بودن برشان اپاینمنت بوک میکنم که بیاین در دفتر ما و یک سلسله اسناد و اینا رو امضا کنن و داکومنت هایی که ما ضرورت داریم ازشان میگیریم و بالاخره کیس شان رو تسلیم میکنیم تا که سب اپروف شود. اپروف شود. دوستان عزیز، با دو تن از عزیزان اینجا هستیم که در امی دفتر خدمات بیمه من یا My Insurance Services کار میکنن، که اینا دوستان تقریبا دیگه همسایه های افغانستان وارم هستن، به خاطر از اینکه در من گرد و نواحی افغانستان زندگی میکنن، کشورهای نزدیک به افغانستان، که زینب جان است، که اینا از داغستان هستن و همچنان امید است که از کجا گفتیم؟ قزاقستان؟ قزاقستان هستن، بله هم دیگه اینا در بخش خدمات صحی که این دفتر داره کار میکنن. First of all Zainab, if you please tell us about the services that ECM provide for the clients. Yeah, of course. ECM, Enhanced Care Management, is a service that help people with their complex health needs by coordination of their medical care, providing supports and connecting them to necessary resources. اینا یک امان کننده هستن زینب جان و اینا گفتن که همی خود ECM بخش خدمات یا اماهنگی مشکلات صحی بخشی هست اینجا، که مثلا یک کس سنشان بلندتر می باشه یا کس انگلیسی یاد نداره یا کس نمیتونه درست که دکتر خود تماس بگیره یا صحبت کنه، پس اینا کمکشان میکنن. Our main services is like scheduling appointments, like changing doctors or finding new doctors, and arranging transportation and sending referral to medical tailored meals like the for dietitian, yeah, dietitian programs. And also we can help with other questions they have, like my members, they can send me like text message, could you please explain this the letter they receive, so we just here to help them. 4-5 موضوع مشخص از دوستا که اگر شما در خانه ها میال ما رو میبینین و بعض دوستایی هستن که تازه آمدن به امریکا و نمیتونن که موارد اپاینتمنت های خود از دکتر از این موارد به درستی به پیش ببرن، این دوستا بسیار کار بر شما ساده می سازن که اپاینتمنت بر شما بوک میکنه، ترانسپورتیشن بر شما، حتی اگر ترانسپورت نداشته باشین، موتر نداشته باشین، از یک جای به دیگه از خانه به دکتر برین، حتی موتر براتون میگیره، موضوعات صحی تانه درست افهام و تفهیم میکنه با دکتر، دکترتون اگه میخواید از یک دکتر به دیگه دکتر تغییر بدین، اونم براتون انجام میده،
دیگه موارد دوا و این موارد اگر کدام سوال داشته باشین که چگونه گرفته شوه، از کجا گرفته شوه، حتی او رو برتان منگ میکنه. یعنی چیزی که در حساب صحی شما مشکل داشته باشین، این دوستا هم اینجا هستن که همراه شما هم کاری کنن. خب یک سوال دیگه دوستا ای است که وقتی شما با این دفتر مراجعه میکنین، شاید سوال دادن تو خلق شده باشه که یک بار ما را کمک میکنین یا دو بار کمک میکنین، یعنی که میره پرسان کنیم که مدت کمک از یا چقدر است. So Zainab, could you please tell us that how long will you guys be in contact with your members? Oh, we're in contact with our members in 1 year. 1 year, okay. Yes, and during this year we call our members once in a week. Okay, and once a week. Yes, and we will meeting with our members once in a month. Once in a month. Okay, perfect. خب دوستا خوبی است که این دفتر با شما یک سال در ارتباط نباشه، کدام مشکل صحی داشته باشین و چندین بار به دکتر برین و چندین معاینات باشه، معاینات خون باشه، همه چیزی که شما ضرورت داشته باشین. او را کلش که یا که تحقیق میکنم هفته یک بار که از شما تماس میگیرن که چطور است، چی ضرورت دارین، ما یک بار شما را از نزدیک میبینن که کل موارد صحیتان را بشنون، مشکلاتتان را بشنون و ایره برای یک سال ادامه میده. تا نقصه یک مریضی داشته باشین که برای 6 ماه 7 ماه جور شود یا تا یک سال که تان تماس است تا که دلتان کاملا جمع شود. یک خدمت بسیار فوق العاده خوب است. Yes, we can call and ask how are you? How are you going? Did you take your medicine? Did you receive your prescription? Did you receive your medical tailored meals like I sent referral last week? And also our mission is teach them to navigate from this question by their own by the end of the program. Yeah. No, نسک مدیر صحی می باشن و اسپیشال پرسون میکنه که دوایت گرفتی، کدام مشکل داری، کدام سوال وجود داره، دوایت خلاص شده، کم شده، زیاد شده. چون دوستا اعضایی که نو به آمریکا میان، بعض معاینات یارا میگیرن، بعض ویتامینا کم می باشه، بعض مشکلات صحی می باشه که شاید حل نشده باشه کشور در افغانستان. از اون لحاظ ای دوستا شکل که در شما برخورد میکنن که شما کاملا اما چیزی که وجود داره از لحاظ دوا و دارو و چیزایی که دکتر گفته او رو تمامش به صورت منظم به پیش برن و از لحاظ زبان و از لحاظ هماهنگی شما به کدام مشکل بر نخورین. اوکی امید، how long have you been here in US? I've been here from November, last November, 1 year ago. 1 year ago. So you're with your family? Yes, with family, husband and 3 children. 3 children? You have 3 children? Yeah. It doesn't look. Are you married? Yes, I have 1 son. You have 1 son? Okay, perfect. ای خانم‌ها مردیشان ازدواج کردن، امید یک پسر داره و اینا از کشور قزاقستان هستن. 1 سال میشه که آمدن به آمریکا و زینب 3 طفل داره، 2 دختر یک پسر و اینا هم 1 سال میشه که به آمریکا آمدن. What was the reason that you guys migrated to the United States? American dream. American dream. Yes, American dream. Everyone has. Okay. And after this show, many members from Afghan community will call you guys. Okay. We're ready for that. Okay, we are ready. If they speak English, we're really here to help them, yeah. Yeah, but your colleagues who could speak Dari or Persian, they could talk to them. Yeah, or sure, Pashto. Yeah. خب دوستای، دفتر که از My Insurance Services است، دفتر بسیار کلان است، همکارای بسیار زیاد دارم. Helena, Salina, please introduce us to this office who are working here. Yes. So anytime, a lot of our staff members mainly work remote at home, remote, okay. But many love to come to the office. So we created some office space where they can come in, network, and work together. معلومات عمومی که خدماتی که دفتر My Insurance Services یا خدمات بیمه من برای شما تقدیم میکنه این همین چیز هست. So if you're calling and the phone is busy or people are not answering, you left the voicemail, this is the best. Okay, Lena, so you're holding an Afghan flag. Yes. Yeah. Do you like the colors? Absolutely. Black, red and green. Yeah. So besides Afghan community, what other communities do you guys serve? So Spanish. Hindi. Okay. Hindi. Punjabi. Oh. Armenian, mm-hmm. Ukrainian, Russian, oh. English. American, oh right? American. So it's like more than 8 or 9. And all Afghan, multiple languages. Mm-hmm. So yeah. Oh. در پالویی که به افغانها خدمات میتن دوستا، به تمام کمیته های دیگه هم که دیگه هستن یا مشتمی های دیگه هستن، به همیشان
اینا خدمات رو ارائه میکنن. خب دوستای عزیز، ما در دفتر خانم اولینا پیور آمدیم، کسی که در اینجا در بخش صحی کار میکنن و دوستایی که بخاطر خدمات صحی میخواین در این دفتر My Insurance بیاین، My Insurance Services، اینا چی وظیفه دارن، چی میکنن، این از پیشان پرسال میکنیم. How are you, Elena? Good, how are they? Good, thanks. I'm not feeling well, so that's why I'm here. So, can you tell me what should I do? As a member, خب من گفتم شان که من فکر کنیم که نیست یک مریض آمده امروز. گفت چطور هستیم؟ گفتم من خوب نیستم، چون در دفتر شما آمدیم و اینجا اینا خدمات صحی را ارائه میکنن. دیگه گفتم چی میکنین برای من؟ ما ببینین که اگر شما مراجعه کنین به اینجا، باز طبعا همکارای افغانی های ما اگر باشن میباشن انشالله که شما را چطور همکاری میکنن. Okay, so if I'm saying that I'm not well, then what is the procedure? Fill out the assessment form. Okay, this is the form will help us to define your needs. مراجعه کردین، ما چی میکنیم که یک فرم دوستا بر شما پرینت میکنن؟ فرم ارزیابی. So I'll be asking you a lot of questions. A lot of questions? Yeah, a lot of questions. So first of all, it's a demographics section. We have information about your name, your medical ID, date of birth, about your housing situation. صفحه اول سوالات که از دوستا، صفحه ازی است که درباره شما، نامتان، تاریخ تولدتان، جای بود و باشتان، آدرستان، شماره تماستان، این موارد. And then we proceed to the physical health section. Questions about your complaints. یعنی اون فیلتری که شما پیش دکتر میرین اینجا صورت میگیره. بسیار یک بخش خوب است که کل معلوماتتون رو گرفته با دکتر هماهنگ میسازه. Yeah, you said that they'll act as a mom. Yeah, like a mom, that mom all the time can talk with us, to hug us, to give advice, to support us. Yeah, you're right. میگه دیگه منیجرهای ما مثل یک مادر وره باز در پالی شما میباشن که برای یک سال که شما را میگه که اینی وقت اپاینمنتت هست، اینی اپاینمنت هست نکنی، دوا را باید بخوری، اینی معاینات خونه بر داده که دینی وقت از باید بری انجامش بدی. یعنی بسیار دوستا یک خدمات عالی هست که بر شما داده میشه اینجا. دیگه از این که بیشتر به خاطر موارد صحیتان نخواد باشه. ما همراه الینا زلنسکا هستیم که در اینجا امی زلنسکا دوستا که شما امی نام شنیدین از رئیس جمهور اوکراین هست که بسیاری از اوکراینی ها در اینجا کار میکنن و روسا همچنان در اینجا کار میکنن و در کنار شبگانه عزیزم که شما دیدین کار میکنن دیگه، هم از اینا امی دوستا بخاطر از این هستن که خدمات عرضه کنن و مدیر که بعد از مدیر عمومی هست الینا هست. الینا، how are you? I'm fine. So it's finally your turn to talk to the Afghan community. Yeah, right now we provide just community support services and we starting work with enhanced care management with coordinated medicine. And as I know, a lot of people in your community, they need it. They need somebody like a representative who can help them translate, who can schedule appointment for them, who can be next to them and explain to the doctor problem. So be like between, right. It's really important because when we come to the United States, we have a language, we just scary. So we have no idea how we can doing something. Yeah. And it's really our company provide great service. We educate people. Okay. Yeah, so we help them be just more confident in this. Confident. Yeah. Yes. بر افغانا گفتم چی پلان دارین داینده؟ گفت بر افغانا ما میخواییم که در بخش صحیحشان دیگه هم فعالیت‌های خود بیشتر کنیم که دوستان موضوع صحیح بسیار موضوع کلان است. اگر شما دقیقا درست نتونین که تکلیف یا مرض یا چیزی که شما احساس میکنین در بیان کنین و دقیق نگوین، اگه دکتر درست نفهمه شاید دوای اشتباه بده برای شما. Many of Afghans who are watching the show
they are just looking for what to eat. We're so excited, actually, yeah, because we like help people, we like provide for them services. خب دوستان چطور شما میتونید زودتر امروز اینا با تماس شوین؟ چیزی را که الینا میگه میگه اگر نمبر ما را زنگ بزنین بسیار سخت خواهد بود تا که ما امروز شما با تماس میشیم وقت میگیره یا یک کس دیگه یک کس دیگه تماس میباشیم صحبت میباشیم. از اون لحاظ میگه ساده ترین راهش همی است که شما انمی کیور کد استفاده کنین. ما در روی اسکرین هم میمانم در عدد تلویزیون هم اگر شما موبایلتان نزدیک کمریتان درش بگیرین براتان میکشه کمی وبسایت کارتان چی کنن دیگه دیده ما مثلا فکر کنیم که ما همی کار را میکنم ما کیور کد استفاده میکنم که تماس شما ببینیم که دیگه سفر را به ما واز میکنیم چی هست یعنی کیور کد را گرفتم ببینیم اینجا براتان یعنی تا وبسایت را میتونید زد وبسایت را کلیک میکنیم اینجا میای براتان باز شده یعنی که باز شده اینجا دوستا سعی کن نامتان از اینجا اول مثلا نام خودم را نوشتم میکنم مفیز اینجا تخلص خودم را نوشتم میکنم محمدی اینی نام تخلصم نوشته شد مدیکل پلان چی دارم انشورنس چی هست مثلا ما سابمیتش اینی میز آبی رک بودم سابمیت میشه میره در سیستم از یا میایه و یا میبینه که بنام حفیظ به این شماره کنما تماس شده باز پس ما زنگ میده این قصه ساده است ضرور نیست که شما زنگ بزنید یعنی کیو آر کد که بگیرین دوستان من اسکرین میمونم بازم فقط هم کیو آر کد که اسکن کنین از طریق تلفنتون مستقیم دیگه وصلتون میکنه خلاص حتی الینا میگه که نام و شماره تماس خودتون که نشسته کنن میگه ما مشکل نداریم ما باشون تماس میگیریم خوش آمدین با ما اینشورنس سرویسز. ما برای شما خدمات دو ماه کرایه خانه، پیدا کردن دکتر، هماهنگی مشکلات صحی و سکیوریتی دیپوزیت یا بیانیه، هماهنگی مادر و ترجمان برای دیدن دکتر. خوشی و لبخند با HM Production.